مجلس نمایندگان کانگریس امریکا نیمه شب یک شنبه تصمیم را با رایگیری گیری اتخاذ کرد که به اساس آن تا 15 همه ماه دسامبر بودجه ادارات حکومتی تصویب کردید ولی در عین زمان مجلس نمایندگان هدایت داد تا تطبیق برنامه صحی رئیس جمهور اوباما به تعویق افتد و پرداخت مالیه بر بعض سامانالات طبی از بین برود ستنی هویر سناتور دموکرات از ایالت مریلند گفت فقط چند ساعت باقی مانده تا مانع مسدود شدن ادارات حکومت شویم مسدود نمودن ادارات یک تاکتیک و استراتژی نیست ناکامی این کشور را نشان میدهد بگذارید کشور نباشیم که نمایندگان آن با هم یک جا روی اساسی ترین کارهای حکومت فعالیت کردن توانند. دانا راربکر، باکر، سناتور جمهوری خواه، ها را مسئول مسدود شدن احتمالی حکومت می دانند. بیایید آن را برای یک سال به تحویق اندازیم. این رای در این مورد است. آیا شما قبول می کنید اگر ادارات حکومت مسدود شود به خاطر است که شما با پیشنهاد جمهوری خواهان موافقه نکردید؟ رئیس جمهور با ما به شنبه گفت جمهوری خواهان اقتصاد را با خطر مواجه می سازند. در چند روز آینده جمهوری خواهان باید تصمیم بگیرند که با مجلس سنا یک جا شده و ادارات حکومت را باز نگه دارند و یا با مسدود نمودن آن بحران را ایجاد کردند که مردم را به دلیل هدف عقیده آنها متضرر خواهد ساخت به روزی اکشن به مجلس نمایندگان و سنای پارلمان جلسه نمی کنند اما انتظار می رود که مجلس سنا در عصر دوشنبه تدویر جلسه دهد